خیلی خوش اومدید به کتابخانه مطالعات ایرانی و به شب سخنرانی آقای دکتر یزدچی. موضوع صحبت به اعتقاد من موضوع بسیار بسیار اساسیه، از اون جهت اساسیه که با تاریخ مدرن ما، مملکت ما، ربط بنیادی داره. اینکه ما با دنیای جدید، با فرهنگ مدرن از دو قرن پیش چگونه برخورد کردیم، ارتباط ما با این منبع مدرن جهانی چی بوده، از این دستاوردی که از این آشنایی حاصل کردیم چی بوده و مشکل ما در فهم این بنیادهای اساسی مدرنیته از کجا شروع میشه. در واقع ایشون سالهاست که بر سر مسئله مدرنیته در ایران فکر میکنن، میاندیشن، به امشب حاصل اندیشه ها و نکته بینی ها و نگاه های تازه رو که به عمق مسئله در مورد ایران دارند و با ما در میون میذارن. من تردید ندارم که این بحث، یعنی بحث مربوط به مدرنیته و ایران، یکی از بحث هایی که از هر زاویه‌ای بخواد تر بشه و از هر گوشه و کناری بخواد سر در بیاره به فهم ما نسبت به، یعنی اگر اون بحث اصولی باشه، به فهم ما نسبت به بنیاد تاریخ ما، به سرنوشت امروزی خودمون، به سرنوشت سیاسی امروزمون کمک بکنه. من شخصا با اجازه شما، خواهش می‌کنم، خودم همیشه اعتقاد داشتم که مشکل اصلی ما با سنت ما مشکل در سنت نبوده، چون در درون سنت ما با خودمون در تناقض نیستیم. پدران ما، مادران ما، اینها در همون درون سنت زندگی میکنن. مشکل با خود تجدد ما بود که فهمهای دستخورده‌ای رو، برداشت‌های دیگرگونه‌ای رو از سنت ما ارائه میداد. من خیلی بهش فکر کردم که چگونه بتونم در یه مدت زمان محدودی حداقل چند ویژگی بنیانی اون رو طوری مطرح کنم که بشه در این زمان محدود حرفی رو زده باشم و توضیح رو داده باشم که شنونده من یه چیزی دستش گرفته باشه، وگرنه قصد این نیست که صحبتی بکنی و بعدش هم خوب یه گفتگوی دیگری و سوالی رو تموم بشه بره. نه، همونجوری که اول سخنم گفتم درنگ‌هایی رو در ما بتونه به وجود بیاره. ببینید، ما برای این که مدرنیته رو باهاش آشنایی پیدا بکنیم دو بستر رو باید بشناسیم. مادامی که این دو بستر رو نشناسیم، تحول و تغییر و گذر و هر کدوم از این کلمات رو میخوایید به لحاظ در بیارید فرقی نمیکنه. تحول یا تغییر یا گذر اتفاق نخواهد افتاد در جامعه ایران. ما هنوز در طی 110-120 سال از مشروطه به این ور که تاریخ نوین ما شروع میشه، گامی به جلو بر نداشتیم، هنوز بر نداشتیم. ما هنوز در مقصد در مقطع 1285 متوقف هستیم، گرچه در شیوه های زندگی، خانه هایی که زندگی میکنیم با خانه های 1285 فرق میکنه، کارهایی هم که انجام میدیم، شغل و غیره و غیره، متفاوت، لباسی که میپوشیم و شیوه زندگی هم که حتی داریم با اون دوره فرق. ولی ذهنیت ما هنوز در اون ارزش ها
سر جای خودش باقیه. خب چرا اون تاریخ رو نشناسیم؟ محاله کوچکترین گامی رو در تغییر جامعه ایران بتونیم برداریم. من این پیام رو به نسل‌های فردای ایران میدم. این سه بنیان یونانیتی است که از دل این سه بنیان و این بستر زبان یونانی شکل میگیره، زبان لاتین شکل میگیره، زبانهایی که از یونانی و لاتین در عرصه فرهنگ اروپایی که میراث بر یونانه متولد میشه، یعنی انگلیسی، فرانسه، آلمانی، پرتغالی، اسپانیولی و غیره، تمام اینا درون این زبانها متولد میشن. در این بستر این زبانها مدرنیته شکل میگیره. اما ما دست کم پیش از اسلامش رو وارد نمیشیم، چون سیطره اصلی فرهنگی بر ما بعد از اسلامه. روی دو مفهوم تمام این تاریخ پیریزی شده. اون دو مفهوم چیه؟ یک، خداونده به نام الله. دقیقا هم مشخصه هاش معلوم نیست. عیسی مسیح معلومه کیه، خدای عیسی که پدره، اونم تقریبا معلومه. ولی برای ما اون چی که در متن کتاب دینی ما هست که اسمش قرآنه، مشخصه هایون زیاد معلوم نیست. حالا فرض کنیم بعد به کمک باز یونان و تفسیرهای یونانی اهل اندیشه مسلمان مثل فارابی، مثل بعد ابن سینا میتونن به اون یه جمع جورش کنن، اون خدا رو معنی بکنن، بهش یه شکلی بدن. یکی خداونده دیگه، حالا وارد جزئیاتش که نمیشه، من فقط معرفی میکنم. خداونده. دوم، پیام رسان خداونده. هر دو هپروت. ولی پدر ملت ها رو داره بودن. خب بله، چه هپروتی بوده که بله دقیقا سیطره قدرت این هپروت اینجا مهمنده میکنه. دقیقا مسئله اینه. یعنی ما چه کردیم؟ ما در طول این قرنها زیست عینی ملموس انسانی طبیعی خودمون رو در سیطره اوهام پیش بردیم. فقط اوهام، فقط تخیلات. ما جنگ هامونم روی یه مولوی شعری داره در داستان اول مثنویه، اونجا راجع به خیال میخواد صحبت کنه، صحبت میکنه، بعد میگه من حالا وارد اون جزئیات چیه میشم، خیلی سمبولیک این داستان، من اینو کار کردم روش، چون اصلا یه کار دانشگاهی من روی مولوی هم بود، یه بخشش اونجا روی این کار کردم، اون داستان اول شاه کنیزک. اونجا میگه روی خیال، میگه از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نمیدونم عیبشان و ننگشان. آن تمام اون چرا که میگه آدمیان انجام میدن خیاله. من از این استفاده میکنم. حالا اون یه حرف دیگه ای میخواد بزنه ها، یاوه است اصلا نرید دنبالش. ایشون اینجا یه مثالی را از خیلی هم دقیق آوردن، حالا اشاره میکنم.
در باقی مانده وقت یه جایی از صحبتم به اون دوتا مثالی که زدن، یکی از علی شریعتی و دیگری از احمد کسروی، که احمد کسروی راجب شعر فارسی اونجوری قضاوت میکنه، بله متاسفانه با یه عینک نادرستی روی غرب نگاه، با یه عینک نادرستی که متأثر از غربه و بسیار نپخته است به ما نگاه میکنه و ما رو میخواد نقد کنه. علی شریعتی هم عکس این انجام میده، با یک نگاه نادرستی از خود به غرب داره نگاه میکنه. وحی میره بیرون، عالم ماورایی میره بیرون، هیچ پدیده دیگری جز این دو بنیان شناخت برای انسان اعتبار نداره. نه شناخت قلبی معنی داره، نه شناخت روحانی معنی داره، اینا معنی نداره. کسی میخواد میتونه داشته باشه، ولی اینها در مدرنیته نیست. خب مادامی که اینجوری داشته، این حرکت، اینو من گفتم در آغاز سخن خودم، مانعی که هست، یعنی شما غیر از این رو بردارید، انسان رو چونان سوژه ببینید و نه انسان رو چونان موجودی که دارای دو وجهه، یکی وجه روحانیشه، یکی وجه جسمانی. ابدا انسان چیزی جز جسم نیست. تمام عواطفش، احساساتش، حتی تصورات و توهماتش نسبت به ایجاد کردن امر قدسی نیز نتیجه فعالیت ادراکیشه. ما در این بستر میتوانیم، اما مادامی که اینو داشته باشیم میتوانیم ساختار سیاسی مدرن داشته باشیم. مادامی که بر چنین بستری حرکت نکنیم، یعنی این موانع رو بیرون نذاریم، زبان رو هم که حالا اون خودش یه عرصه وسیعیه، بخوایم جزء موانع بخوایم بحث کنیم، ساعتها باید گفتگو کنیم، موانع دونه دونه اینا رو باز کنیم، زبان رو اصلاح بکنیم، نگاه خودمون اول باید اصلاح کنیم. مادامی که اینها اتفاق نیفته، هرگز به ایران دموکراسی نخواهد آمد. همین و خیلی سپاسگزارم از صبری که به کار بردید و خیلی متشکر، خیلی ممنون. به صورت حسن صحبت دکتر سلیمه یعشی اینه که ما رو غلق بده که فکر بکنیم که مسائل ما چیه، مشکل ما چیه و چرا ما نتونستیم. این برای من سواله، امیدوارم که برای دوست من آقای نفیسی هم سوال باشه که ما چرا نتونستیم بنیادهای به صدا مشروطیت رو در مملکت خودمون حفظ بکنیم، به استمرار بدیم. هنوز که هنوزه ما اینجا داریم با هم صحبت میکنیم، خواستای اساسی مشروطیت با ماست. ما هنوز دولت ملی نداریم، ما هنوز آموزش پرورش مستقل نداریم، بنیادهای مدنی جدید ما هنوز بنیادهای مستقلی نیستند که اهمیت استقلال اونا در بحث فرهنگ ما فهمیده شده باشه. این که نتونستیم و هنوز بنیادی ترین پرسش های مشروطیت باز پرسش های روز ما هست، یعنی همچنان ما اون پرسش ها رو جلوی چشم خودمون داریم و در جستجوی برابر کردن اون هستیم. حالا ممکنه مثلا فرض کنیم آزادی مطبوعات، آزادی مطبوعات ممکنه در دوره احمدشاه خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که امروز بوده باشه، یعنی تو روزنامه های دوره احمدشاه به شاه هم فحش میادن، به مادرش هم فحش میادن، ولی من اون آزادی نمیدونم. یعنی منظورم اینه که اگر بنیادها رو همینجوری که دکتر صدیق گفتن نگاه بکنیم، اگر نتونیم دنیای وهم و دنیای به اصطلاح دنیای بنیادهای نواقعی، دنیای بنیادهای
ذهنی مبتنی بر اصولی رو اصلاح نگاه بکنیم، بپذیریم که اصول در یک جای دیگری تدوین شده که ما به اون دسترسی نداریم. اگر اینه خب ما با هیچ جایی نمیرسیم، یعنی واقعا اگر نتونیم این فضا رو دگرگون بکنیم، نتونیم این مانع رو برطرف بکنیم، به جایی نخواهیم رسید. به این معناست که من همیشه فکر میکنم ما دو قرنه که دنبال سیاست بودیم و فکر کردیم که با سیاست مسائل ایران رو حل میکنیم، ولی من فکر میکنم که یه اتفاق اساسی باید در فرهنگ ما بیفته و اگر نگاه رو از سیاست به بنیاد فرهنگ نبریم، خب در بر همین مبنامی چرخه بود. برسخت خیلی متشکرم، خیلی لطف کردیم، بفرمایید شما بفرمایید. خیلی ممنون از صحبتاتون. من فقط یه سوال دارم، اونم در مورد عرفان هست. احتمالاً عرفان نه با جایگاهی در مدرنیته داشته باشه. حالا واسه من نظرتون در مورد عرفان ایرانی چی هست؟ تفاوت با اولی عرفان ها داره که الان دنبال روی زیادی داره و فکر میکنم مشکلی با دنیای جدید داره در مدرنیته نداره. بله ببینید، خود این حرکتی که امروز در بخشای از جامعه ایران هست دوباره خطایی است که ما در گذشته به یه صورت دیگه ای داشتیم. کاری که مثلا بازگشت به خیشتن میخواست انجام بده که این وضعیت رو برای ما وجود آورد، انقلاب اسلامی از درون بازگشت به خیشتن متولد شد. عرفان هم میخواد یه همچین کاری رو بکنه. عرفان همون وحیه، همون نور محمدیه، همون حقیقت محمدیه، منتها در یه متد تلطیف شده‌ای میخواهد همون شریعت رو، همون ضوابط اسلامی رو حفظش بکنه، ولو مثلا از بخشی از اون ضوابط هم بخواد عبور کنه یا نادیده بگیر اونها رو، ولی ما عالم بنیانها رو نگه میداره. مثلا دوست من گذر از این هاست. ما چاره‌ای برای ساختن فردای خودمون نداریم جز اینکه اگر میخواییم اون معنویت رو حفظ کنیم، فقط اون رو در درون خلوت خیشتنمون ببریم، یعنی از کلیه عرصه های روابط جمعیمون باید حذف کنیم. ببینید من یه مثال میزنم، امیدوارم که مثال اگر خیلی مناسب نباشه مورد اعتراض قرار نگیرم. رابطه جنسی دو انسان، حالا زن و شوهرم، دوستم با هم، هرچی، یه رابطه کاملا انتیمیه دیگه، نه؟ 100% خصوصیه. یعنی چی 100% خصوصی؟ یعنی هیچ ارتباطی به روابط جمعی جامعه نداره. باورهای دینی یه چیزی اینجوریه، یعنی شما باید اونو فقط حفظش کنید در حیطه فردی. ما به بحث این که اینو بیاریمش بیرون به هر شکلی باشه، در میان جمع بذاریم، به بحث بذاریم، میتونیم یه جمعی رو تشکیل بدیم از معنویت صحبت کنیم، کما اینکه در همین جوامع مدرن فراونه، تو همین انگلیس جمع هست، همه جای دنیا هست، اینی کسی مانع نیست. من در بحث لایستین و مکرر بهش اشاره کردم، بازش هم کردم، مکرر اینو گفتم و الان هم باز هم میگم، نوشتم هم. خب در دیگران هم بهش اشاره میکنن. این مسئله خصوصیه. ما به محض اینکه این امور اعتقادی رو به عرصه
عمل اجتماعی تبدیل کنیم میشه جمهوری اسلامی. شما هیچ چاره ای ندارید، میشه این. ما باید شهامت کنیم، از این بگذریم، اراده بکنیم، قصد این رو داشته باشیم. مادامی که این قصد رو نداشته باشیم نمیتونیم. این نظر من. بفرمایید شما. آقای دکتر به چند تا از ویژگی های مدرنیته اشاره کردن، ولی این کاش تعریفی داده بودن از این مفهوم پدیده یا هر چیزی که هست، ما بهتر بفهمیم که ما آدم های هپروتی با چی طرفیم و چطور باید باش برخورد بکنیم. از پیشپندارهایی که در سخنان ایشون بود فقط فهمیدیم که مدرنیته یک چیز بسیار بزرگی است که ما نمیشناسیمش و نخواهیم شناختش. فهمیدیم که با تاریخ سر و کار داره، با دموکراسی و فرهنگ سر و کار داره. احتمالاً یک مفهوم ذهنی است که ما باید گذر کنیم ازش، چون موانعی وجود داره که با درک و فهم ما سر و کار داره. و این معنی در سخنی که دوستمون گفتن، واقعا آدم ها در یه معزلی قرار میده که پس هیچ امیدی نیست. ما با یک مفهوم گنگی طرفیم در یک جایی از جهان و یه اتفاقی در جای دیگه افتاده و این یک امر محتومی ظاهرا که ما باید هم گذر کنیم. یک نوع دید تکاملی که تاریخ این به هر حال همه ملت ها به این خواهند رسید. در صورتی که تا اونجایی که من اطلاع دارم، مدرنیته یک تجربه تاریخی است، یک نگرشی است که در یک گوشه دنیا افتاد، به ما هیچ ربطی نداره. اینکه آیا ما یه روزی آشنا خواهیم شد با این مفهوم یا نه، با این پدیده یا نه، دلیلی وجود نداره که ما بشیم. هیچ ما نمیدونیم چرا باید بشیم. درسته ما درگیر زندگی غربی هستیم، شهرنشین هستیم و باید بپذیریم که کجا هستیم و چه باید بکنیم. ولی آیا واقعا ژاپن کشور مدرنیه؟ یعنی من نشیدم کسی، ژاپن کشور صنعتیه البته، در خود اروپا هم به جز دو سه کشور مدرن مثل فرانسه و آلمان و انگلیس و هلند، کشورهای دیگه مدرن نیستن. که کسی کشورهای اسکاندیناوی رو کشورهای مدرن نمیدونه، اینا کشورهای صنعتی هستن ولی مدرن نیستن. چرا که اون نگرش تجربه تاریخی که در این چند کشور بزرگ مثل انگلیس و آلمان و فرانسه بود در اون کشورها وجود نداشته. و این تجربه، این که آیا این تجربه تاریخی و قابل صادر کردنه، این یک مفهومیست بسیار بحث‌انگیز و قابل درنگ. من دوست دارم که این سوال رو دقیق متوجه بشم، برای که نکته مهمی رو داریم. من میخوام دقیق بفهم منظور منظورم اینه که منظورت اینه که مدرنیته ما ربطی نداره؟ هیچ ربطی نداره. ما چون ببینید برایندهای یک نگرش تاریخی وارد شده، ما خودمون انتخاب نکردیم. نه که ایشون همینه میگه، میگه بر ما وارد شده. نه میخوام ببین بحث رو مشکل نکنیم، میخوام یه چیزی رو بفهم. ایشون هم حرفشون اینه که آقا ما تاریخ ما در این قسمت قرار گرفته و یه چیزی بر ما وارد شده. ولی آره بر ما وارد شده و حالا ما با این چیکار باید بکنیم؟ یعنی نوع ارتباط ما، برخورد ما با اینا چی؟ دقیقا هم به خود هم فکر نمی کنیم که معذرت میخوام برای اشتباهم، فکر نمی کنیم که وجود نفت در ایران اون مسئله که ما بتونیم با زندگی و مدرنیته کنار بیاییم و بشناسیمش، یک مقدار این رو آسون کرد به این شکل که اگه شما مثلا در ژاپن میخواستین صنعتی بشین، به من خیلی مجبور بودین از کاری بیشتر استفاده کنین، آدمهای بیشتری رو اشتغال بگیرین و غیره. در کشوری که نفت داره و نفت یک درآمد خیلی عمده است، یک مقداری کار مدرن کردن جامعه، صنعتی کردن جامعه تغییر میکنه. روش مطالب خیلی زیادی نوشته شده. فقط میخواستم بگم فکر نمی‌کنی که خود وجود نفت یک مقداری ما رو از اون نگاه واقع‌گرایانه به زندگی دور کرد؟ سوال من فقط نفت فی نفس ما رو دور نکرد. نفت به علاوه اسلام.
نه قلبتون باشد خیلی باشد خیلی باشد.